ستا رفیق هستیم، تو کارمون دقیق هستیم، با هم یار شفیق هستیم، دانا هستیم، عمیق هستیم. های 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 ستا بزن باها داریم، از هر چی که بگین خوریم، نه کلاش و نه مف خوریم، تو رشته خود دکتوریم. های 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 نادر جون یه دهنم تو بیا ببینم تو چه میکنی بره ده. کار میکنیم کار میکنیم، با قصه پی کار میکنیم، یک شیر و سن نار میکنیم، بارمونو بار میکنیم. آره والا نمیدون جون تو بیا ببینم. ما قصه رو بور میکنیم، نومیدی رو دور میکنیم، هم پیش ما شادی میشه، ناجورا رو جور میکنیم، هر کس که ما رو میبینه جا میخوره میترسه، این هیکل و هر کی میبینه مثل بیتی میلرزه، هر کس که ما رو میبینه جا میخوره میترسه، این هیکل و هر کی میبینه مثل بیتی میلرزه. ما ها ستا رفیق هستیم، تو کارمون دقیق هستیم، با هم یار شفیق هستیم، دانا هستیم، عمیق هستیم. های 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 ستا بزن بها داریم، از هر چی که بگین پوریم، نه کلاش و نه مف خوریم، تو رشته خود دکتوریم. های 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 بچه ها یه چیزی یادم افتاد، مگه قرار نیست امروز بریم واسه من خواستگاری؟ پس عوض این کارا بریم پونتی رو حاضرش کنیم که دورا نذاره تمام. نمیذاره بابا، آخه با این اوتیره که نمیشه رفت خونه یه میلیونر خواستگاری، آبرونو میبره. خدا آخر عاقبتمونو به خیر کنه. حالا اگه یارو بفهم با آسو پاسیم چیکار کنی؟ همش تقصیر شما ها، داشتیم واسه خودمون بیکار میگشتیم، بی خود اومدیم خودمون انداختیم زیر بار 30,000 تومن قرض میرزا جبار. آخه ما را چه به گاراژ دارین؟ راستی بچه یادم نبود دختره قراره الان بیاد ماشینشو ببره، اگه حاضر نباشه میدونین که میره به میرزا چغلیمونو میکنه. آدم روزی 10,000 تومن درآمد داشته باشه و به این میرزا جبار سن نار بده کار نباشه. بچه و دختره اومد عجب بچه 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 من چرت و جلو رو میگم، اول من این صابونش میزنم، تو هم چرت و عقب و چرکش کن. من میگم شمپلاتین در ری شمپلاتین روز دارم، موتور رو بذار این زمین، موتور کار ما نه. چرا دیگه به مرز اینکه خانم چشممون به دل گفتاد، سه نفری با هم گفتیم دلکو سلام. هنوز ماشین من حاضر نشده؟ نه خیر. مگه قرار نبود ماشین من سر ساعت 10 حاضر بشه؟ چرا خانم برای چی شد؟ یعنی یه خود چیز بوکسش زده بود بیرون؟ بله گیری بوکسش. آره این چیز شده بود، چی چیز پاش کرده یه یعنی گیری پاش کرده بود، مشغول اون بودی نمیتونه خانم. بیشورا پدرم مریضه، باید تا یه روز دیگه براش دوا ببرم. جباره چه مرگشونه نکنه خدا اینا که بوی حالا باشون بلند شده باشه. انشالله که حالشون زیاد خوش نیست. انشالله. خیلی متاسفم خانم، از خداوند براشون طلب آمرزش میکنیم. بچه بین ستایی با هم دعا کنیم. خدایا هرچه زودتر شرش و حضر ما کم کن. مطمئن باشین پدر من تا یه شعی آخر طلبش از شما نگیره نمیمیره، فهمیدین؟ جباری رو میشنسم، هفته جون داره تو سگا حروم. باعث تأسفه بچه ها، معلوم میشه یارو خیلی سخت جونه. آره. خب حالا چی کار کنم؟ خانم جون اگر خیلی عجل داری میتونی با پونتی ما بیاید. چیه؟ پونتی 707 تو سیر خودمون. شماها خیلی احمق هستید. خوبی از خودتونه. میگم که حالا جوش نزنیم فشار خونتون بالا میره. بفرمایید این سویچ پونتی فعلا بری به کارتون برسید. جواب داده به قیافش نگاه نکن شیرم تونتر میاد. این که باز نمیشه. درش اتوماتیک. نه اتوماتیک این رد کجا برم توش؟ مثل گاهی پلر دا بچه پلر رو بزنه برو رو گرگی نرو چیره ماشین بیرو روشن مواظب باشی سوار نخوری. جواب داده سویچ بل رولم بل تو امید خدا بازم بل کن شد کن پونتی بودیه اخ استراتش گیر کرده این که روشن نمیشه بچا نفتش تموم شده نفت اگه تا نیم ساعت دیگه ماشین خودم حاضر نشه هرچی دیدین از چش خودتون اینو ما 6 فرض قول بدی روشن میشه این کرج ها یه جای بذاری خاک روش نشینا
الان میره جریانو به باباش میگه و میز جبارم همین فردا چک 30000 تومان ما رو میذاره اجرا. آره بابا، من که گفتم برین این 4000 متر زمین کوفتی منو بفروشین بدین دست این میز جبار خدا نشناس. به نظرم این 4000 متر زمینت هم مثل همه حرفا چاخان باشه. اگه چاخان باشه 48 ساعت غذا خوردن معافی، بلکم 68 ساعت. آره نه بابا، هر کاری میخواین بکنین بکنین، اعتصاب غذا به هم ننین که بشکم من سازگار نیست. خدا کنه چاخان باشه. فعلا برین سر ماشین دختره. دو روز جلو انداخته چرا حالا اومده این؟ زمینی سلام آقای باشه. جناب آقای جمشید خان، چه عجبه این طرف ها؟ آره ماشالله حال اومدی. به نظرم نوناب میرزا به مزاجشون ساختن. آقای مباشرم این میز جبار هر دو آدم هایی باشه. برمون چرش لعنه. خوشمزگیتون تموم شد؟ بله. خب فرمایشی بود بانمک؟ اولا منو که خوب میشناسین، یه خورده مؤدب‌تر باشین. دوما اگه تا فردا بدهیتون حاضر نکنین چکتون رو میذارم اجرا و پدرتون رو در میارم. سوما بگید ببینم پری خانم اینجا نیومدن؟ اولا دش خوب میشناسمت، بی ادبی هم از خودتونه. دوما دش ما آدم مال مردم خوری نیستیم، پولی میز جبارم میدیم تا چشمت هم گور نشه. سوما دش پری خانومم اینجا بود الان رفت. اینجوری هم واسه ما جست نگه که هیچ خوشمون نمیاد. آره بابا، شما جون سالم از دست من در نمیبرین، بهتون حالی میکنم. حالا میبینیم. آقا ما باشه جوش ندن شیرت هاش میشن. کجا یه چایی دیگه میل کنین بده. بلش کن بابا سگ نازی آباده، میخوای پاچمونه بگیره. چخه مارشو تکی تو همیشه. حالا پونتی رو بابا که با دختر میز جبار چه عشقی تو جاده. چرا اینجوری میشه؟ چی شده این؟ عمو مدی گله دا پچی شل مار دوگ می دا دانه دختر خان زنه میشه. ای چیه جا گوشته پیرنشه با خود این چی چی داری میبینی نادر بای کوشه امیر چیه؟ امیر فتنی ها کن نگاه کن مبارک از مردی خیری نهیدی. نگاه کن لاکردار همینجوریش هم دل آدمو میبره. نفول ایش بفول ایش. آره کارت ویزیت. با چه میخواد؟ کارت ویزیت. بیا من دارم بگی. نه بابا مال تو رو میخوام چیکار خودم دارم میذارم. چرا داری اونجا میذاری؟ آره جونم سنگ مف گنجیش کم مف میزنم و چرا با سنگ با گوشه ابرو بزنم؟ بچه‌ها گاومون زاییده. زاییده. لابدی تو دختر الان تلفن کرده که پونتی رو برده چپش کرده. بعد فوراً بریم ببینیم چه بلایی به سر پونتی آورده. بمیرم به دلم برات شده بودم. بچه پس را بیافتیم سه تایی بریم. سه تایی باز چی بریم؟ من تنهایی میرم امونتشم بهش میدم. تنهایی تنهایی که نمیشه. بلکه لازم بشه بچه را بیافتیم بریم. فوراً حرکت کنیم یلا. من میشه خوش برنده. چطور پونتی چپه شده؟ ای کاش من چپه شده بودم. من سلام پری خانم، چی شده؟ خیلی خدا بهتون رحم کرده. خب طوری که نشد. به تو مربوط نیست. بازم که عصبانی شدی. جمشید برای آخرین بار بهت میگم اگه مزاحم من بشی همه چی رو به بابام میگم، فهمیدی؟ حالا بفرمایید سوار شیم تا بهتون بگم. از ریختت بدم میاد، برو دیگه. پری دست از لجاجت بردار. آخه تو این بیابون چیکار میکنی؟ پس بفرمایی شما برونید من پرو دستتون میشید. آه نکنه با کسی قرار ملاقات دارید. خیلی خوب، بندم همینجا میمونم تا ببینم این آدم کیه. چرا روزگار پونتی آمده؟ خدا همارگم بده. این پیمه خانم خدا خانم چطور شد همچین شدیم شما؟
واه 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 نه الحمدلله به وجود مبارکشون سلام. گم شو من دست نزن. ماشین اومده. این ماشینتونو بردارین ببرین بدین با یه الاغ عوضش کنین. اتفاقا تو همین فکریم دنبال مالخر میگردیم. آخه الاغش پیدا نمیشه. آها چیزی که فراوون الاغ جونم. مگه نه آی مباشر. یالا برید ماشینتون رو وردارید و گورتون رو گم کنید. ما گورمون رو گم نمی کنیم. گور ما آرامگاه خانوادگی جنابالی در منسکر آباد. بچه فعلا بریم ماشین رو درش بریم اصلا. آره بریم. ما بیش خدافز. گوره من نمی خوریم. بایی جا. جمشید. جمشید برو کمکشون کن. جمشید بیا میخوام باکسلت کنم. برو بالا ببینم. یالا هول بده. بشی پشتش. رمزش گم شده نیست. برو بالا ماشینمو پل اتوماتیکه. برو بالا. بیا جمشید خان. برو بالا درش بیاریم. جمشید یالا. بیا زور بده بابا. خیلی خوب صاف کنه. یالا زور بده. خون نمیخوره کی؟ بابا نادر در کاپوتو بردار. آره. ساتات بگی. ساتات بگی. خیلی خوب. جمشید یالا. برو بالا. ببینم جمشید خان. ساتات ببینم. جمشید. ساتات. ساتات بگم مهندس. ساتات. ببخشید خانم این بسته تو ماشینتون جا مونده بود بفرمایید شما خیلی فضول هستین. و خوبی از خودتونه. راستی اگه خوش کردین یخت سفارش ما رو به باباتون بکنین. بگین یه ما به ما مولد بده تا ما زمینامون رو بفروشیم و پولش بدیم. چش. یادتون نره دل ما رو نشکن خانم. حتما. به سلامت. خب. خدافظ. بای. بای دلم. بچه ها دلم چی شده ناده؟ قلبم کی به تو تیر زنه؟ دلت درد گرفته؟ نه بابا دختره با یه نگاه دلمو برداشت و یوارزاده؟ نه که خیلی خوشگلی دختره دلتم برداشت و برد آره تو بگیم آره تو نرمار پدرت درب و داغونی چی میگی؟ خیا خیا یا هلو بچه بریم ماشین رو بیاریم جمشید و مشکی شردم هول الله یا هلو بیرم جلاش بگی میخوام با یه دردش بیرون شارابون شده شما ابو قرزه خودتون رو راه بندازین کمک من پیشکشتون ببخشید پس شما بیاید حرم مالی کنی یه کمی یالا خب یالا یالا نورو برم چیزه یه دیماتید آقایون آقایون شما جک دارین داشتیم دادیم به جک بالام یه داره میگیرم بیاریم اما به تو نمیدیم بلایی به سرتون میارم که خودتون هز کنیم دندون گروچه نرو دندون ها چیرید میشه خب بچه ها با اشاره منم یالا جونم حل بده یک چیده زول بده یالا جونم حل بده جمشید بیا شل بده لیبران نمیده که بابا حل نمیده اون وقتا با موزیک را میرم بچه اینطوری نمیشه باید یه فکری بکنیم بابا دختر جبار درست گفت اینو باید با یه الاغ عوضش کنم تازه مدل 66ش رو خریدیم بقیه من باید چی کار کرد من میگم یه الاغ بگیریم ببندیم آتیشش بزنیم راحت کنیم خودمون را سلام بابا سلام کجا بودی؟ رفته بودم ماشینم از سرویس بگیرم کجا؟ پیش اون ستا عجوبه؟ بله بابا شما نمیدونین چه جوانای خوبی هستن چی؟ اون ستا 30,000 تومن پول بدون نزول منو دارن میخورن اون وقت آدم های خوبی هستن دیوونه شده بابا ازتون خواهش میکنم دو سه ما بهشون مهلت بدین دختر زبانتو ببر ذلیل شده منو ول کرده اونا رو چسبیده خیلی خوب بابا پول بی زبونم رو دادم دست ستا آدم زبوندار باید اینا عوض گاراژداری بیرن خرکی بشن به دیدی آخرش خرک چی شدیم؟ آخ لنگان لنگان بر سر کویند باز آیند لنگان زیبلای لنگان منصور بابا یخت گاز بده این گاز نمیده ولی خیلی خب بابا دامارو بچه را نمیره من چی میدونم
الاغ به این خری نیده بودم، از یه موتور 16 اسبم بروتره. ای گفتی، اما خدا رو خوش نمیاد ما تو ماشین اینه و بعد این جردن کلوپتا لهم بدیم و این زغبسته ما رو بکشه. حالا به عقیده شما شکار رو باید کن دستت چو بکش. آره. دستت کدومه؟ همون سوپاپه؟ آره بقید دسته. سلام نادر، میگم چطوره پیادشیم دوتا اندل بزنیم بلکه روشن شه. بعد نیم منسو چو ترمز دستی رو بکش. ترمز دستی؟ این آره. ترمز آقا چه درمون دستی روغنیه. آره خب من برم سر تنهاب بخشور. زود باش باید کنم دفع کنم بینم بزن اندل بینم باره کنم خواهی اندل بزنم دفع کنم روشن میشه. یکی دوست بگی بینم یکی چهار تا وای خسته شدم خدا. نادر جون دوستام تو بزن. بره ما شما ها سر 707 کار کنیم، من سر 207. خیلی خوب میبینی که من درمون دستی کنوندم سک دست کنوندم. داره روشن میشه. به به روشن شد. چه کنفرنسی میکنه؟ روشن شد آقا، روشن شد. مگه میشه دست آجید به چیزی بخوره و روشن نشه؟ آره اینو باش. بچه میگم این رفیق منصور رو چیکارش کنیم؟ داداش اونو سوارش کنیم. آره 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 بفرمایید. برو جلو بفرمایید. از قدیم اومدیم گفتن گهی گوش بر این گهی زین بده. بله اینو اخلاق من میدونم. 10 دفعه باید بفرما بزن تا بره. بفرما بفرما بفرمایید بفرمایید شما هم بگید دقیقا بفرمایید کارشو بذارید تو داشت یه کمی شکلات و پایونده و این چیزا منسو جو پاشو بذارم. خب دیگه بریم در خونه گلی نام زدیدی اولاغ این میدیدی به این نازمیدی من ندیدم وسط را هم همین اولاغ و کباب میکنیم به نام زدم میگم که جوجه کباب وزاد وردی نبا چطوره؟ موافقی؟ مخالفی؟ چه کبابی؟ بخبه چه من گلی رو دوست دارم آقای شکار دوست. میخوام باهاش عروسی کنم. نه آقا جان، من دخترم نامزد داره و به هیچ قیمتی هم حاضر نیستم داماد به اون خوبی رو از دست بدم. ولی آقای شکار دوست گلی به من گفته فقط منو دوست داره. حتما خواسته خرد بکنه. متاسفانه شما دارید مانع ازدواج من یعنی یک پسر میلیونر با دخترتون میشید. آقا جان خواهش میکنم زودتر بفرمایید بیرون، چون قراره الان دامادم بیاد به دیدن دخترم. صلاح نیست شما رو اینجا ببینه. بچه ها رسیدیم، همین نزدیکی هست. بزن تو قربون نداره، یا بزن به دیوار یا بزن به درخت یا تو خونه. ماشاءالله گفتی درخت کمکم شد. خب در وا کنید داماد بیاد. جناب داماد بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. ای شهر چند دقیقه کار کنید. خونجی این کوزبان یالا دیگه بغلا بگیری این یار مبارنج من هنگ یار مبارنج بفرمی جناب داما. آخه این یارو چیه؟ ممکنه داداش گلی باشه. نه گلی داداش نداره. حتما اخویشه. حتما الان موضوع برای داماد روشن میشه. بارو ما از پاش عواتو داریم. دو ببینم آقا کی باشن؟ مگه جنابالی داروغی؟ اینجا خونه نامزد منه. تو بگو که هستی بگم چی؟ پس نامزد لعنتی گلی تو هستی؟ آره تا چشمت هم کور شه. بچا سیبیل اینو ببین. الان پیگر تو جر میارم آقا جان. چونه چونه میخوام چونه. من رفتم کمکش. دلش کن با من دور خودش افاسش بر میاد. اگر دلم کن جانت بشید در دست گرفتی. اگر تو تونی لیستونی منم ممدلی کلی هم فهمیدی؟ بدون ماجی برمی اخمم برو تو بود کن برو روشن کن بزن نمیه بچه ها زده گاز بیاری زده گاز؟ زده گاز؟ زده گاز؟ حالا گاز بده بیچاره چرا گاز بده بعد بعد؟ یه گاز بده بعد بختی بیچاره یه زنجیر به گردن خودت بزن یه زنجیرم به اوتوبیل فهمیدی؟ بسکوات کرده بیچاره تو نره میگیرنه. آره بابا سر چهار را آدم چهل بیشتر نمیده. چقدر حالا میتونی رو تو کم کنی و بری. حالا فهمیدی با چی طرفی؟ اگه چی دون هرچی توی برنم داره میرم برنم چه ده جیال شاد اومد اشکر آقا تو رقیب در مقابل من استخدامت نمیتونی یه بیرم درست رو خوبه. ببین این باغ به در زنم درخت گوکنی اونجا رو من اون قوه قونی نامزد منه در دریاچه قوه که اون چه خوشگله لاچره و زنبورون میمونه. چشمت درویش کن برو پیش پدرزنم منم برم به گلی سری بزنم برگردم دستگال با هم دریا درش اونجاست بریم پیشش. گلین گلین تنگ سر تو کلاو
سلام، معذرت میخوام، خیلی خوش آمدید. پس منصور خان کو؟ رفته پیش گلی خانم. همینجا گلی خانم. بله بله. اون را شونه قرون لطف خیزه دارم. بلبلتو ببوسم، بلبلتو بدم. بفرمایید. یا الله، حرکت نکنیم، برکت شدید. دخترم وصف منصور رو خیلی کرده. بله. به من گفته که اون جوان ملاک و ثروتمندیه. بله. ملاک؟ ثروتمند؟ بله. اون بله خیلی پول داره. بله. سعی به عرضتون رسونده. من از دروغ خیلی بدم میاد. بله بله. تا حالا سه تا از نامزده گلی رو که به دروغ خودشون رو ثروتمند معرفی کرده بودن با همین تفنگ به جهنم فرستاد. خب بریم سر صحبت. بله. حالا بفرمایید شما در قبال دختر من چی کار میخواید بکنید؟ بله؟ نادر چی بگید؟ بجبری شد ما را مثل اون ستا میکشه. بله قربان، منصور خان آدم ثروتمندیه، فقط در حدود 40,000 تومن هم چی بگی نگین قرض داره. حدود 60,000 تومن و این طورا میشه تقریبا. در حدود 80,000 تومن این طورا است. بله 90,000 تومن. بله. چی؟ 60,000-70,000 تومن قرض داره؟ خب برای یه آدم پول داره این مبلغ چیزی نیست که. بله، بهتر اول شما شرایطتون رو بگین. البته یه خودم ماهی کاری حساب کنین که مشتری بشیم. بله. شرایط من اینه که 100,000 تومن پول نقد، 200,000 تومن مهریه، 300,000 تومن یه باغ شیشدونگ، 400,000 تومن خرج عروسی، 500,000 تومن هم وثیقه ملکی بذارید و بعدم دست دخترم رو بگیرید و ببرید. نمیشه قربان، اول دست دختره رو بگیریم و بریم، بعد اون پولا رو یه جوری از ما نگیریم. بله، اگه ما یه کاری حساب کنید دو شما ور. بله. شوخی میفرمایید. معلومه قبول کردن که اینطور میخندن ها. آره. ببینین، میدونین چی های شکار دوست؟ راستش حقیقتش اینه که باس راستش بگم، خلاصه ما سه تا آسو پاسیم. منصورم هر چی واسهتون گفته دروغ گفته. خب ببخشید دیگه، عقلش نمیرسه. یعنی چه؟ راست میگه. ما تو هفت آسمون یه ستاره نداری. حالا بی تفنگ هر کاری میخواین بکنین، این شما و اینم دومادتون. ما رفتیم. یا علی. چی؟ از شما هم به من دروغ گفتین، الان سوراخ سوراختون میکنم. ما دروغ میکنم. گلی جون منو دوست داری؟ آره خیلی زیاد. منو واسه پولام دوست داری یا برای هیکل خودم؟ معلومه دیگه، برای خوده. اگه بفهمی من فقیرم بازم یعنی منو دوست داری؟ من آره، اما بابام میکشته. بابا؟ صدای تیر اومد. وای، کفتر یا کریمه. کدوم بی انصافی کفتر یا کریمه زده؟ جان من در خطره. گلی، رفت. بذاری زمین، داماد خیسته. فعلا منو به مریض خونه برسونید. چرا راه نمیره آخه؟ چرا سرطان بگیرم؟ خدا رو شدیدیم. اوی هاشونه هاش، اون برکی همونه. برو باخچه، بزن کنار هندونه. بونگا هم معاملات ملکی زمین پرور همینجا. پرور چیه؟ پیادشم هندونه شریف آبادی. حیفه نمی هم؟ حالا که موقع هندونه نیست. چیه پس با خورین؟ میرزا، به جان سه فرزندم من بیشتر از شما جوش این معامله رو میزنم. بله، اگه صاحباش پیدا بشن حتی متری سه برابر قیمتم بخریم به سر بمونه. بله، چون باغ شما به این صورت سن دارم ارزش نداره. بله، تا 2,000,000 تومن حاضره، ولی به شرطی که این قطع زمینم توش بیفته. اطاعت، خدافظ. سلام. سلام، چه فرمایشی داری؟ ما یه 3-4 هزار متر زمین داریم، چون احتیاج به پول پیدا کردیم. اینه که اومدیم یه خاکی به سر شما بریزیم. بله، والا این روزا زمین تو سرش خورده و خریدار کم پیدا میشی. ما حتی حاضریم تومنی 3-4 هزارم کمتر برفشیم. بگین ما وقتی خریدار نداره چه فایده؟ حالا نمیشه واسمون یک کاری بکنین؟ معاملات زمین اینجورام راکت نیست که شما میگین. بله. بابا خدا پدرتونو بیامرزه، اون موقع گذشت که زمین مثل طلا خرید و فروش میشو. یعنی این زمین ما مثل حلبی هم نیست کسی بخره؟ شماها مگه حرف سرتون نمیشه؟ به نظر من نیگر داریم به درد آرامگاه بهتر میخوره.
پس به فامیل محترم بگو بیان از حالا پیش خرید کنن. دومت بشم باز خودش نگر میداریم. نه بابا این جنازه رو باز گوه جلو لاشخورا میمونه، ما رو نجس میکنه، جالش میکنیم پای درخت. این حسن قبکم میمونه. ببین حالا عوض تشکر مطلکم بگین یلا بریم بیرون گفشی بشیم بابا. عوضی جاد یواشتر پاستور میخواد زرافه بچه ها قیافرین بزغاله گرم میمونه. الان به باقه برش تلفاتتو هم بیام ببرمش. یه حیوان جدیدی آقا، بندازمش تو قفس سگ آبی. نه باید تو قفس خونه باشه دیش قفسار جدید تو باقه برش میبینمه. حالا هم بری گورتو رو. لا اله الا الله، خدا حافظ بیا آفظه. ترکی ترکی بودایی بچه ها کاری انجام دادیم. آره نمیدونم چی رفته زیر ماشین ما. خب کاری انجام شد. آره رسیدیم بریدیم تو خواهد میدینم آب شده گل این درشه یا تا تو بخواد بچرخه همین چرخه بابا یعنو تا زلیل توی نادر گل این از این بر میچرخونده دیگه. حالا از این بزده باز رم رو جزدن بپرد تصالف نکنی. بای 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 خدا خودت کنت کنگل این راست بگه. خب راست شد بچه راست خب الان نچرد شد چون سلام آقای موشه. سلام خوشگله، باز این طرف ها؟ میخوان کودکستان رو تخلیه کنن. اومدم بلکه میرزا یه ارفاقی بکنم. میرزا؟ چه کسی؟ ولی من ممکنه کمکی بهتون بکنم. خیلی متشکرم. به دختر خوشگلی مثل تو باید کمک. خانم عرض کردم که از دست من کمکی ساخته نیست. سلام خانم. سلام. سلام خانم، شما به من کمک کنید. پدرتون حکم تخلیه کودکستان گرفته. خانم این کار برخلاف اصول انسانیته. آخه بچه‌های معصوم مردم چه گناهی کردن که باید آواره بشن؟ خواهش میکنم به پدرتون بگین یکی دو ماه دیگه مهلت بدن تا پولشونو بپردازن. باشه همراه من بیاین. متشکرم. میرزا جبارم من بفرمایی تو خانم. نوزل خورم من خیلی پول دارم من مردم آزارم. سلام بابا. سلام دخترم کجا بودی؟ رفته بودم سلمونی بابا، آخه میخوام امروز نهار جلو مهمونا خوشگل بشم. تو هم که ای برو سلمونی و پولای منو خرج اتینات بکن. راستی بابا میخواستم یه خواهش کوچولو ازت بکنم. چه خواهشی؟ دستور بدین حکم تخلیه کودکستان این خانوم رو دو ماه عقب بندازم. چی؟ نفهمیدم. حکم تخلیه شو دو ماه عقب بندازم؟ اصلا بگو ببینم اینا اینجا آوردی چی کار؟ خودتو به مش مردگی نزن. عوض این ننه من غریبم برو اجارتو بده. دختر بیچه حق به کارای من دخالت میکنه ها؟ بابا آدم باید یه دفعه هم تو زندگیش گذشت داشته باشه بهش کمک کنیم، جایی دوری نمیره. پولی که یه عمر با خون دل سنار سنار جمع کردم بذارم اینو امثال اینجور آدم ها بخورن که گذشت داشته باشم محاله. بابا آخه یه خورده هم مراعات حال مردم رو بکن. دختر گفتم که تو کار من دخالت نکن. بچه بیلی خود گلی جون بی تو گل گل جون نامزد جون مامان جون بابا خواهی اجلاس نزم نده. بچه ها بیچلو بیچلو یایتون باشه هرچی میتونین به این جبار ناچس تعظیم کنین. آره 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 حتی دستشم ببوسیم بلکه خره بشه. هرچه هست برای مصلحت روزگار باید صورت جبارم بود. بله خب یالا تملق باش تملق چابوزی باش. خیلی متشکرم. تعظیم باش تکریم گلی جون آخرش این بابای به یه کاری دست ما میده. فعلا اینجا باش ما میریم برمیگردیم یه طلبی داریم بلکه وصول بشه. برو بلا یالا برو پیه کاره. بیشتر از اینم به کار من دخالت نکن. ده یالا میرزا به این بچه های بی بزاعت رحم کن، همه آواره میشن. مگه من پرورشگاه درست کردم به درست؟ یه هفته مهلت بدی. یک روزشم غیر ممکنه فهمیدی؟
تمام بدهکارای من دست دسته با پای خودشو میان و بدهیشونو میدن. غیر از تو که واسه کندر قاز پول بیقابلیت جونمو به لبم رسندی. سلام سلام آقا جون. خوشبختم 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 در پیش کنید بیایید. حال تو خوب انشالله. میری یا نه؟ برو بذار به کارم برسم. انگار من پول قیچی میکنم. خب میدونستم آقایون امروز با دست پر تشریف بیارم. بله دستمون پره، کلامون تو دستمونه. چرا نمیفرمایید؟ بفرمایید، تعارف نکنید، منزل خودتونه. بچه ها جناب میزا هم برمونن، بفرمایید جناب. آره بفرمایید، بفرمایید. با اجازه میرزا جون. ببخشید که پشتون به منه ها. نایکره میرزا شما هم بفرمایید جناب میرزا. بایستاده بهتره. خب خوشحالم که خیلی زود پولو فراهم کردی. پول قربان؟ پول جن و من بسم الله. آره باور کنید منم دستم تنگه، منم احتیاج دارم. میرزا جون ما واسه این خدمت رسیدیم که جون خودتون اگه لازم نداشتم اینقدر اصرار نمی کردم. جناب میرزا منظورم از اومدن پیش شما اینه که میدونم که پول منو بپرداز. خب الحمدلله موضوع خود به خود رو به راه شد. آره یه امام اولاد رو شاخشه. آره حتما. اولا من سرما خوردم. سرما خوردم. ثانیاً همیشه جخت من چند دقیقه بعدش میاد. الان دولت خوبه. بزنم. دولت رو گذاشت. آفتا بلگه بچه. من برای تصویر حساب حاضرم. قربان اجازه میدین عرض کنم که میخواستم اگه ممکنه تو بهش بگو. درباره بدهیمون تو بگو. آره درباره اون 30,000 تومن یه لطفی به ما بفرمایین خیلی ثواب داره قرار من. بله یعنی نزولشی کمتر بگیرم عیبی نداره، من اینقدرم پولکی نیستم. اونو که بله بر منکرش لعنه. منظور سروران اینه که به ما یک ماه مهلت بدین تا پولتون فراهم کنیم. فقط چی گفتی؟ مهلت بدم؟ مهلت. پس تازه دست خالی اومدی؟ بله جناب میریدم. بله و بلا مگه من دیوونم که پول بی زبونم رو بدم دست ستا آدم زبوندار مثل شما؟ یلا برین گورتون رو گفت کنید. جناب میرزا یک ماه که چیزی اینی همش اینقدره. پیش گربه بندازین قهر میکنه. چیزی نیست، بلکه من یه ماه دیگه مردم. خب اون وقت میاریم سر قبرتون مسکر آوا. دیگه اون موقع میخوام قرقره بکنم. نخه سوزن نخ بفرمی. برید مال مردم خورای گردن کلو. میرزا مگه شما وجدان ندارین؟ داشته باشم من به شما ستا جوجه تیزی نمیفروشم. اصلا نمیدونه وجدان چیه؟ قربان وجدان اینها عاطفه میمونه. که میرزا هیچ کدومشو بو نکرده. بله بو نکرده. بله اصلا بو نکرده. اوه قلبا این سکه ناقصه. جمع شد. بریم که الان خونش گردن اون میگه فرار کنین. فرار این مردنیه. آخه بی‌انصاف یه ما بهمون مرده. متاسفم خانم، دیدین که از دست من کاری ساخته نبود. متشکرم. مولک رو گذاشت بودم آخش افتادیم من. یه ما بهمون مولک داد. ندیدم همچین آدم بزداشت. شانس نداریم بابا. شما ها چی کار کردین؟ از سفارش شما ممنونیم خانم. چطور بابا موافقت کرد؟ بله موافقت فرمودن که ما با پای خودمون بریم زندان جا رزرو کنیم. بلش کن بابا. این بابا تو هم خیلی متاسفم. چرا؟ چی شده؟ باور کنین هر کاری دیگه ای که بخواین براتون انجام میدم. امروز بازم بابام مهمون داره، اگه معامله ای انجام داد سر فرصت بهش گوشزد میکنم. بسه فقط خواهش داریم دیگه این سفارش رو به باباتون نکاره. نمیخواد دیگه بابا. نمیخواد لازم نکاره. من با این بابات نوبرش آوردی. سفارش کرد بسامون. خب گاله جان خانم شما هنوز اینجایین؟ چی کار کنم؟ این گولی. مرد که مساعدت نکرد، برای دو ما کرایه عقب مونده، گفته کودکستان تخلیه کنم. بچه ثواب داره به این زن باید کمک کنم. برو بابا خدا پدرتی بیامرزه، من یه خاکی باید به سر خودم میریزم. هی ثواب داره جواب داره. خدا یاد نزده بیشتر یعنه واسه شده. ببین از نظر نودوستی من رو به این زن مخالفم. خب از نظر نودوستی موافقم. آره انسانیت بینی ها خانم ما هم درد شماییم. اگه موافقین بریم یه سری به بچه ها بزنیم. من یه نقشه دارم که امروز پدر جبار رو در میارم. والا نمیدونم. بچه بریم همون که گفتم. یک موضوع مهم. آره. با گلی آشنا بشیم. راست میگه. منصور خانم آشنا بشیم. یاده برمز بشیم. برو بشیم. برو جلو. بریم دیگه گم. بریم دیگه گم. بریم دیگه گم. بریم دیگه گم.
خانم چطور شد؟ با سابمک توافق کردی؟ متاسفانه نه، ولی امیدوارم با کمک آقایون یک کاری بکنی. بچه آیمن گوش کنید، گوش کنید، این آقایون منصور، نادر و امیر دوستان شما هستند. این آقایون برای شما کادوهای قشنگی آوردن، براشون هورا بکشید. بچه جون، همونطور که خانم فرمودن ما با شما دوست هستیم، بله. همیشه پیشتون میایم، واسه تون کادو میاریم، واسه تون برنامه اجرا میکنیم، آواز میخونیم. پس اون خانم چی کار میکنن؟ پس به تو چی این حرفو چی میدن؟ خانم دهن دوشیر میدن. حالا بچه شروع میکنیم، با اجازه نایید خانم. خواهش میکنم. امیر جون، اگه نمیتونی بخونی یا نادر بخونه یا من بخونم. بلده ایخید نکنی که وقت میخوای بچه ها رو بخندونیم. با اجازه الان میرم ببین. برو ببینیم. تپ 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 خمیری تپ دست کی بالا؟ دست ما بالا، دست ما بالا. می‌نمی‌نی؟ بچه های خوب و نازنازی، قربون شما برم، دست بزنین بکنین بازی. آها بازی کنین. زنگ 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 تفریح، زنگ وقت بازیه، گرگم به هوا، وقت بازیه، گرگم به هوا. یالا دیگه دارن میخندن، دارن میخندن. ای بچه های مقبولم، ای حبه های انگورم، تا میتونین دست بخونین، دست پیش هر کس بخونین. دنیا دو روزه نشین رفوزه، یه وری میری یه وقت یه ها تو کوزه. شما که ادم قبولی، باره از قیافت میدم. نگاه به دست ما کنین، نگاه به رقص ما کنین. آی بچه ها جون، آی بچه ها جون، آی بچه ها جون، آی بچه ها جون. ما چین و چین میکنیم، همچون و همچین میکنیم، تو کودکستون خوشحال و خندون، تو کودکستون خوشحال و خندون، تو کودکستون دارم خوشحال و خندون. ببینم خیلی ممنون، خیلی ممنون، از همه تو ممنون. باید ببینم پیشی بود. بودایی شما خیلی صداتون خوبه، قابلی نداره پیشکش. راستی خانم، با اون جریانی که بچه ها پیشنهاد کرد خواهیم. ماشالله همه بچه های ما شیطون هم. به خودتون رفتن. بچه ها معجل نشین، ده تا بچه شیطون حاضر کنین و آره. ده تا بچه شیطون، خیلی خوب. خیلی خوب، پس میتونیم را بیافتیم. همه یه دست کنیم، خیلی خوب. این دو تا بچه شیطون هم مال من، به خصوصی که بوده من از اون شیطونم. ببخشید رفتم سری باشپزخونه بذارم ببینم نهار حاضره یا نه. الان حاضر میشه. مرگ مادرت خیلی اسمانی داره. این با اجازه یه دقیقه فرقی خواهش میکنم. بله خانم، میفرمید. زمت جانم، میدونی خرجی نهار امروز چقدر شد؟ نه، 300 تومن. وای به حالت اگه همین امروز معامله انجام نشه. میرزا، الان داشتم یارو رو میپختمش، با همین نهار نمک گیرش میکنم و 2,000,000 تومن پول نقد میریزم تو جیب شما. آفری، پس زود برو پشتیشو بگیر. زود باش، گم شو. ببخشید گشتاسب خان. معذرت میخوام. بله خدمتتون میفرمودم، انشالله این معامله تا دلتون بخواد استفاده واسهتون داره. من میرزا رو خرش کردم. آره اگه اون قطعه زمینو بخرید دیگه کار تمومه، منم پولم حاضره. جان من، جان شما، بس با اجازه یه چلزمه. میرزا تموم شد. فقط یه خورده باید خودتو دست دلواز نشون بدی که یارو خیلی هم فکر نکنه شما همچین پولکی هستی. چه من پولکی هم؟ مگه دیوانه شدی؟ آخه به قیافه من میادش. اولا قربه. خب حالا دیگه میتونی بری بگی قضا رو بچینن. زود باش. نوشت هم بسن قربه شکل. تو این قربون تو منم. بله بله بله. جواب.
سر صدا نکنیم. هر چی میگیم گوش کنین. حواس جان. بچه گوش کنین. این خونه مال ما. یعنی مال خودتونه. بابا جعفر امروز مهمونی میده، شما رو دعوت کرده. بو 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 بو. آره. هر کاری دلتون خواست بکنین. هر چی میلتون کشید بخورین. اصلا میدونین بریزین بپاشین بشکنین. هر کاری دلتون خواست این خونه مال شما. مخصوصا سر به سر بابا جعفر و مهموناش بذارین. اونا از این کارا خیلی خوششون میاد. ببینید خوش میوه ها رو بذارید اون پار لگر نار کنید. ببین شما هم اینجا باشین تا ما بریم نقشمون رو عملی کنیم. گفری گفر بچه بی بیان اینجا رو تماشا کنید. بذار من استراق چشم بکنم. بچه بین جلوتر. وای خدا بوی غذا میاد. وای مردم. قرمه سبزیه. قرمه سبزیه. خدا بریم. یالا یالا میرزا فرمودن نهار حاضر کنیم. یه خود زودتر مهمونا گشتشونه تن لشو بجنبی و الا میرزا کلتونو میکنه. یالا بجنبی. یواش بیاین تو. آمدیم به منبع اصل. منصورشو بیاین تو. مرکز ستاد شکم اینجا. یه خود تعدیق به من بدین. ببینم کجاست. من میمیرم برای تعدیق. چند سال نخوردم. اینم 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 خودم گوشم. تعدیق نه گوشی نیست. یک لبا میدم. حالا شدی؟ یه تو آشپز باشی؟ خوش آش که واسه میرزا و مهموناش پختیم تو نمیری. یک وجب روغن نیست. جونه. یلا وردل اینا. نمونه برداری بکنیم ببینیم خوبه برای مهمون. جامعه برای پیشین یلا. چه روغنی را بیا بیم. یلا بچه دو مرمون کنم. مارش بریم جلو. یلا. باری بریم. بچه ها گوش کنید. اولا سر و صدا نکنید. هر کیم اومد شما کار خودتون رو بکنید. فهمیدین؟ بچه اومد من از یه ماسا میمالم به صورتش. خب ها باری کل گرده بسید. بچه ها من یکی اصولا آدم دست و دلبازیم. تو زندگی به پول اهمیت نمیدم. منم همینطور مثل شما. ایشونم همینطوره. آقا سمن نهار حاضره. بله قربان منتظر شما هستم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. را بدید. باور کنید شما نمیدونید دست من چقدر خیلی برکت داره. اگه زمینو بخرید کل استفاده میبرید. بفرمایید. اینا چیه؟ نمیدونم قربان. میرزا مثل این که امروز بچه های فقرا رو اطعام کرده. اینطور نیست؟ بلا نسبت شما همینطوره. من همیشه به سفره بازی معروف بودم. بفرمایید. یالا سمت اینا رو جمع بودشون کن. بفرمایش بابا دولا هم خود اجازه بیان پاک کنم. بفرمه خواهش کنم. بفرمه. بوره بیرون بچه. ببخشید.
اجازه میدم پاک کنم قربان. نمیده چی؟ فهمت؟ بله قربان. کسی نمیدونه اینا رو کی آورده اینجا؟ والا جرس کنم قربان. مهمانان عزیز، خانواده محترم گوشتاتوفا، میبینید زندگی یک آدم خیر جز این نمیتونه باشه. من همیشه با فقرا هم سفره هستم. انشالله که میبخشید. بفرمایید بخورید. بفرمایید. خواهش میتونم تعارف نکنید دیگه. قابل نداره. بایید من اینجا بچه بزن دیگه. بزن تو دماغش، دماغش بزن. برو گم شو. شما آوردین اینجا؟ مینن ما نایی بردیم ولی ما آوردیم. جناب میرزا جو، مگه خود شما اونا رو دعوت نکرده بودی؟ نه آخی. چطور؟ چرا؟ ولی آخی میدونی؟ چرا قربان؟ اینا بچه های مردم بی بزاعتی هستن که جناب میرزا دست محبت به سرشون کشیده و غیر از دعوت امروز چیش با اجاره کودکستان هم بهشون بخشیده و الانم این سند و امضا میفرم آیند. سند رو رد کن، بیا سند رو رد کن. خوش خبرشی گذاشت اینجا موقع امضای مقابل نامه. آفرین میرزا، احسنت به این عاطفه و انسانیت. بله احسنت. باشه بعد نمیشه الان امضا بفرمایید که بچه ها خوشحال بشن. برو حالا سوادم هم رام نیست. سواد نمیخواد امضا کردن بده من چرت امضا. بله بفرمایید. بندم به طبیعت از شما 1000 تومان به این بچه ها کمک میکنم. آقای مهربان خیلی متشکرم. بذار یه دونه استخاره بکنم. در کار خیر احتیاج به این استخاره نیست. بله از اونجایی که میرزا آدم نوپرستی هستن عوض شیش ماه 6 سال نوشته. بچه ها به افتخار خودتون هورا بکشید. خیلی خوبه. حالا بالاخره به ما نهار میدین یا نه؟ نه البته که نه. عوض نهار کوفت بفرمایین. اختیار داریم. زهره ما رو بخور. اینجا رختیم نمد دیگه رو بینم. دیگه جلو اینه بگیرم بابا. یلا همش دو شاخه بیشتر نداره. خب تموم شد. بای جاده خدا حافظ. فقط به درد جارختی میخوری دیر آسانی بای. دیگه کجا را افتادی داری میری؟ زود باشین بریم سوار ماشین شید تا ما بیاییم. بچه ها رو براشون حوال انبار صادر کن. جایی نرین ها، فقط سوار ماشین شید تا ما بیاییم. بچه ها بریم سوار ماشین. عزیزم از روی تو شرمندم، خیلی معذرت میخوام. بین گوشه من این خاری باته دارم. ایشالله که ما رو میبخشین. آخه یه کار خیری بود که ناچار شدیم این ریختش کنیم. نادر با اینکه پدرم خیلی ناراحت شد اما من قلبا خوشم اومد که شما به این بچه ها کمک کردیم. قربون تو. اساسا من نمیدونم چرا از کارهای شما مخصوصا تو خوشم میاد. دلم میخواست یه ساعتی یه جای تنها با هم صحبت میکردیم. اگه موافقین همین اسرای سر امیر و منصور زیر آب میکنم و دوتایی میریم یه جای خلوت ها. بعدم نمیاد. بفرمایید فعلا اینو داشته باشین.
انشالله همین روزا خود کودکستان واسه تون از جبار میگیریم. 6 سال اجاره رو بخشیده. مرسی، متشکرم. میگم که وقت دارین یه ساعت بریم یه جایی خورده با هم تنها باشیم؟ افتخار میکنم. پس من سر منصور نادر رو زیر آب میکنم، اون وقت دوتایی میریم یه جای خلوت یه خورده با هم گپ میزنیم. خب باشه. اگر این بابا تو پنجه تو موافقت میکرد همین الان میرفتیم محضر انکهتا رو میخوندم. تو چقدر ترسوی، نه یه سینما، نه گردش، نه پیکنیک. من در زوام میخوای همین الان ببرم دی جای خلوت و هم رازی نیاز عاشقانه کنیم. اوه چه خوب. پس بذار سر نادر و امیر زیر آب کنم، اون وقت ببرم از یه جای دنجی خود با هم راجب آیندمون صحبت کنیم. خب یه دید نظامی بزنم. خب بریم، بریم راجب آینده پاورچی. من الان تمام مشخصات خانوادگیم واسه تو میگم تا بدونی تو با چه شخصیتی طرفی. ضد ضربم من عزیز مغناطیسم، ضد ضربم من عزیز مغناطیسم، توی آرتیستا فقط من آرتیسم، توی آرتیستا فقط من آرتیستم، تو کلوپاترا ایو من ماسیسم، تو کلوپاترا ایو من ماسیسم، تا سر جون پای عشقت وای میسم، تا سر جون پای عشقت وای میسم، اوه وای میسم، آی وای میسم، آه وای میسم، وای میسم. ناز نکن، ناز نکن، ناز نکن، ای شوخ رعندان، ناز نکن، سینه تو، سینه تو، سینه تو، ایتور برایم باز نکن، من اسیر کشتت هستم ای سنم، مرق من، مرق من، مرق من، از دست ما پرواز نکن، مرق من، مرق من، مرق من، از دست ما پرواز نکن. عاشقم، 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 من عاشقی بیچاره ام، عاشق چشم تو آتش پاره ام، عاشق چشم تو آتش پاره ام، بر سر کوی تو من آواره ام، رحم کن، رحم کن بر قلبتی که پاره ام، آخ رحم کن بر قلبتی که پاره ام. آخ گلی قشنگ من، واخ پریه ملنگ من، ای مه شوخ و شنگ من، میخوای با من تو دوست بشی همین روزا عروس بشی؟ من که تو کشتی ای پری، الهی که ور نپری، دلم میخواد زنم بشی، تو وصله تنم بشی، میخوام که تو رو بگیرم، عزیز دارم میمیرم، آخ منم خورد و خمیرم، آخ منم خورد و خمیرم. یه مطلب مهمی باز من مجبورم برای تو بگم، ببین جونم، ضد ضربم من عزیز مغناطیسم، فهمیدی؟ ضد ضربم من عزیز مغناطیسم، توی آرتیستم فقط من آرتیسم، تو کلوپاترا ایو من ماسیسم، تو کلوپاترا ایو من ماسیسم، تا سر جون پای عشقت وای میسم، مغناطیسم من آرتیسم، من ماسیسم وای وای میسم، مغناطیسم من آرتیسم، من ماسیسم های وای میسم، وای میسم. خوب از جنگشون در رفتیم و 10 سال دیگه هم نمیتونست ما رو پیدا کنن. جانم جان تلاچو شام جمعه نگه سلام دست ماشه.
منصور چه شما روشن پتو هم اینجا بودی و ما نمیسیم چرا به من میگی به این امیر بگو که بچه سر براهی بوده میگم عوضی حرفای اینا رو به هم معرفی کنیم ناهی فری گلی نامزد من بچه ها حالا که ادمون زیاد شده یه فکری برای رفتن بکنیم پیاده که نمیشه این همه راه را من پونتی را آوردم لب جاده من نمیرم بزن بری بچه من بارم بلند کنم بریم گلی بریم میرزا مامورین حاضرن ما الان میریم اون سه نفر رو توقیف کنیم ها؟ زود همین نسایه ببر بیندازشون تو هلوفتونه آب خونک بخورن بله میرزا شما هم نمیگفتین من این کارو میکردم چون خودم هم یه خورده حساب باشون دارم میخوام تسویه کنم یالا پس زودتر برو بسیار خوب فعلا خداحافظ گم شو جناب میرزا تعظیم عرض میکنم کجا بودی؟ قربان بالاخره با هزار زحمت صاحبای زمین پیدا کردم و آوردم آفرین کجا هستم؟ تو اتاق مهمون خونه ببینم چه جور آدمایی هستم جناب میرزا اینطور که از سر وضعشون معلومه از اون شخصیت های برجسته هستن نمیدونم فیلسوفن پروفسورن لردن پس میشه باهاشون کنار اومد ها؟ میخواستی بله. ازشون خوب پذیرایی کنی اتفاقا سه چهار تا بشقاب میوه و شیرینی برشون آوردم بفرمایید تو غلط کردی من که سر و وضع و ترکیبم بد نیست قربونه قد و بالاتون برم سر وضع تو خیلی برازنده است خودم میدونستم اما مردشو ترکیبتونو بر الهی با من بودی؟ از این قالب در بیاین فعلا اینا رو عشق حمله کنه حمله یلا بخوری تو من یه خیار بذارم برای صوبم خوش ناشته عادت دارم من خیار بخورم خب یلا بخورین غنیمت هم آره هر کی از میرزه یه چیزی بخوره تا آخر عمرش مریض نمیشه بچه ممکنه سر برسه و جا به جا سکته کنه سیگار من چطوره بفرمین جناب میرزا بدای سه نفری بشم سلام عرض بکنم خیلی خوش آمدی بحبه آقایون محرمی خیلی محرمی قربونشون برم اینا صاحبای اون زمین هستن جناب میرزا سلام خیلی خوشحالم زمین خواهر دست کسیفی جونه بنده کسیفی چرا نمیفرمایی بشینی متشکرم ما نمیتونیم بشینیم چرا نه بفرمایید خواهش میکنم عرض کردم ما عادت داریم بیستیم قربان بله همینطوری بهتر میزه برای ما مقدور نیست نشست شما چرا ننشست؟ در مقابل شما نشستن چه سارته سمت پذیرایی بل بل پذیرایی راستی به آرباره های مبارکتون چه سالت رسیده آره میرزا مرز جدیدیه که مخصوص پول درهی بزرگ تخیار خوردم برزین تو اضافات بود سمت چه سمون های با نمک یعنینا خب بهتره رفت سر موضوع پذیرایی آوردم آیون پذیرایی میل کنید پذیرایی بفرمایید پذیرایی با این که میدونم دندون آقایون رو کرم خورده بفرمایید بیشتر بفرمایید بیشتر مثل اینکه از دندونای مبارک تو رفته که سالت شد بله اخ یه گاله خیاری خبایی موافقت بریم سر زمین بله بریم سر زمین اوتوموبیل هم داریم منظورم اینه که بریم سر موضوع زمین آو آو موضوع
جویش بریم سر موضوع زنی. خلاصه برای اینکه زودتر کلکی کار کنده بشه این 4000 متر زمینتون رو چکه چند میفروشید؟ باید فکر کنیم قربان راجب این موضوع. آها فکر یس از قرار متری 100 تومن 4000 متر میشه 400000 تومن. یک کلم چی؟ 400000 تومن خیلی گرونه. به نظرم از مزنه پرتی. خیر میرزا، ما احتیاجی به فروش این زمین نداریم. چی بگیم؟ آقایون مثل این که باید رفته. من از این گدوازی اصلا خوشم نمیاد. مالخر نیست یارو، مالخر نیست. خواهش میکنم باور کنید. قدم آرایون قربون تو مرم، همشم اسکلاس تا نخورده بهتون میده. ما تازه باید شرایطمونو بگیم. اول اینکه باید پولش نقد نقد باشه. باشه قبول میکنم. بله قبول میکنه. بله یا چرده برو جلو. دوم اینکه کلیه مخارج دلالی و محضرم پای خود جناب آلوه. بله اونم قبول میکنم. اونم قبول میکنه. سوم اینکه باید معامله همین امروز انجام بشه، وگرنه ممکنه ما اینجا نباشیم. بله ما پرواز کنیم، ما بپریم. انشالله به اروپا تشریف میبریم. حالا با وضعی که من میبینم به زندان. منظورش اینه که اروپا برای ما مثل زندان میمونه. زندان باستی. پروفسورش گفتن شرایط اگه همین هست قبول میکنم. بازم مونده آقا، بازم مونده. شما 30000 تومان از 3 جوان طلبکارین مگه نه؟ آره همین عصای فرستادم جلبشو کنم. بله. باید چک اونها رو همین الان عوض بیعانه به من بدید آقا. باشه چی از این بهتر، از دستشون خلاص میشم. ببخشید آقا، از یک کودکستانم مبلغی طلبکاری درسته؟ یس. اون کودکستانم بلا عوض روی این معامل است. چی؟ نه آقا مگه مال مفت دارم. آقا این میرزا همه جر میزنه. بفرمایید بریم، مثلا ایشون اهل معامله نیست. بندی درستش میکنم. باشه اونم روی معامله. میرزا جو قبول کن، قبول کن. سمت ببینه قبول کن. چی میگه بابا؟ تو آخرش من بدبخت میکنی. میرزا قبول کن به صلاحته. آخه پای 2,000,000 تو کاره. 2,000,000 تومن. باشه قبول میکنم. قبول کردی؟ میرزا قبول فرمودن. مبارکه. اول بیانه رو لطف بفرمایید اینجا. یلا مال همون سه جوان گاراژداری که ما باشیم. نه اون سه جوان لاد که ما با اونا آشنایی. سه جوان لادی که ما آشنایی نداری. یلا جون میکن بیانه 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 بکرکی. تشکر بود، تشکر بولا به شماست. آقایون ببینید دستای من نگاه کنید، چیز دستا نیست شما. حالا نوبت منه، خواهش بکنم تشریف بفرمایید. جری برو، جری برو، سیا چرده برو. جر خوبه، خاکسترشو بدید درستانه. جر ما بدهی اون ست جوون رو خودمون بهشون میبخشیم. اون کودکستانم به بچه ها هدیه میکنیم. خوبه؟ پولارم خودمون به زخم کارمون میزنیم و سیبیلمونی چرب میکنیم. ای سیبیل کلو ای گردن کلو چوچ تیغی ای حق بازا شما هایی؟ بله بله قربان. ای حق بازا ای شارلاتانا یالا تیکم رو به هم بدین، همش تقصیر توی زمن پدرتو در
میارم. برای چه نمیزنیم؟ وای قلبم، قلبم. یه تکته دیروز، یه تکته بیروز، اینم تکته سوم. رفت خدا رحمت کنه. خدا لعنتش کنه. خوشگو چه میگم؟ میرزا ناراحت نباش، حالاش هم دیر نشده. الان 30,000 تومن تو بهت پس میدیم، اصلا زمینم بهت نمیفروشیم. جناب میرزا چی از این بهتر؟ هر کی میخوان باشن، فعلا که صاحب زمین هست. بله. آره. پس کلک تو کار نبوده. منو ببخشین آقایون، نفهمیدم. مسئله حالا شد یه آدم حساب. نکردتونم. باور کن شما رو. حالا بیام مدد کنم. بیام مدد کنم. قربان سلام عرض می‌کنم. سلام. رفتیم گاراژمون ستارا جلب کنیم، متاسفانه نبوده. چی؟ شما هاییم؟ آی پاسبان این ستارا جلب شد. خب سبا سبا مگه دیبونه شده؟ بلشون کنید آقایون. جلد داره میرزا، نظر به توهینی که این جوجه فکولی به ما کرد، ما رفتیم زمینم نفروشیم. خداحافظ شما. آقایون شما ببخشید، من کوچیک شما. کوچیک کوچیک امیرزا، به جان اون پدر نامرحومت باید بیاد و معذرت بخواد. باید بیاد دستمونو ببوسه. بذار من نوت کنم. تو خفیشو باز بیاد جلومون زانو بزنه و بگه منو ببخشین نفهمیدم، تا اینکه مام ببخشیم. بله بچه بیا جمشید، بیا معذرت بگید پای منو ببوسه. بابا چه نگی پاد که بومده، باید ببوسه. یلا تو از خیلی خب آقایون، معذرت میخوام. کافی نیست احمق. چه میگی بابا؟ معذرت میخوام. بلندتر. بازم بلندتر بگو، هر چی میتونی معذرت بگو. معذرت میخوام. خوب شو. خوبه. بدک نم. بدک نم. آقا یون شما بفرمایید، با شما کاری نداریم. بفرمایید خواهی. بفرمایید. بفرمایید آقای پاس. خب میرزا زودتر ما کار داریم، بول لباس تواز کن ببینیم. حالا چه عجله‌ای دارین؟ قباله همراه دیم. قباله توی جیب بردن. خیلی خوب، پس سب کنید بنام بیرم لباس رو بوشم. یالا جیب شما لباسونه ببوشیم، ما هم لباسونه در میاریم. آره ما هم در میاریم. سراب بکنم این فیلنده رو. جمشید بگیر، خوب خیلی شدی ها. این کلاره میگیر. خودم جمشید و خیلی کردم. زود در بیارم. جمشید و خیلی کردم. شما هم بیرم من میام. یالا. بارش کن اونو. هلس دیگی یه راه میگم دیر شدم من. دیری دیری چرا حاجی شدی؟ عجب خیلی شد این. به مرگ مادر خودت نباشه، به مرگ مادر منم نباشه، به مرگ مادر جفتمون نباشه، سری ازشون کنم. بچه بیاریم شد بیا رو نشمردیم آخی. بابا الان بریم خونه. بچه ها پولا رو برم، لاکردار 400,000 تومن اسکناس نقد نه. باز طوری که متوجه نشن تعقیبشون کنیم. خب الحمدلله که گذشت، اما اگه شما زمینتون رو مثل 300 تومن هم میگفتید خر میشدم و میخریدم. چون تو این معامله 2,000,000 تومن پول مفجیر قربونش برم میرزا اومد 45,000 تومن هم گیرم مخلصتون اومد. اینجا رو کور خوندی میرزا. آره مرگ خودت کلی به ضرر تموم شد، چون خیلی زمینی گرون خرید. میدونه چیه میرزا؟ تو هم اگر متری 10 تومن میخریدی یا، چون ما خیلی به پول احتیاج داشتیم میفروختیم به تو. این به اون در. اینم راست میگه. پس تاج بر سر تو ای بی ارزه سراد بپوشمی. میتونیم شب خیلی آسون وارد گاراژ بشیم. بریم بچه ها. بچه بین تو. اصلا من به درد حمالی اسکناس میخورم. من امینم شب اسکناس پارتی داریم. من کنم فقط. چیه؟ بچه ها. چیه؟ من که باور نمی کنم. ندیدی. میگم نکنه خواب میبینم. تو نمیری خواب دیدی خیر باشه انشالله. اینا پوله، اینجام اتاقمونه، شما هم حی حاضرین. حالا عوض این حرف پولا رو در بیاریم و یه خورده تماشاشون کنیم. به یعنی میخوای بگی این جبار ناکس اسکناس تقلبی به مقالب کرده؟ ممکنه بلا از این دنبوریده هر چی بگیم برگرد. خب بچا کسی اینجا نباشه، درا رو ببندید. قایم شین، قایم شین، دیگه رو به شاخت نزن، سری به چمیدن نزن، قایم شین، قایم شین. نمیفته خدا کنه کسی ما رو نهیده باشه.
بچه حواستون رو جمع کنید. یک دو میگم رونماشم بدین. یک دو کن درو. من در استاک کنم میکنم. چای بیرون برو تو برو. اینا اشناس؟ ایدا منو بکشین. منو بکشین خونم بره دیگه. جنبه شما. نشموریم هی به کم میاد. من میگم بذاریم بو کنیم. فقط تبوش. من میرم برای بوی اسکناس. بو کردن نداره بابا. چه بو نداره. چیه؟ با جیگرتونو برم. حالا هم امارت. ماشین آخرین سیستم زن اروپا امریکا ژاپن همه جا رو با شما میشه خرید فنلاندم بگو ونزوئلام قلب منی جیگر منی اخ من زیر کن منو بکش بکش بیا عزیزم بیا تو بغلم وقتی شما تو بغلم هستیم از بمب اتم قوی تر میشه به همه اعلان جنگ میدم همه این دعوا و کشت و کشتارای دنیا زیر سر شما بچه ها بچه ها چه؟ بیاین پول بازی کنیم آره آره بازی کنیم بچه بری نقم بری نقم خواهش بکنم بری نقم زردی من از تو سرخی تو از من ببینم زردی من از تو سرخی تو از من دامن تو بگیارا سب کن ببینم دامن تو بگیارا نسوزی جبان نسوزی ری پیتا رفت دفت بیدیو ایلا رفتو دیگه مره چی داره بیدیو ایلا دیگه مره حالا مرول پیتا بیدیو سیمی دیگه نبیده لپریولی یعنی چی؟ سینیوریتا سب کنی واسه تون ترجمه کنم یعنی دنیا زیر پای منه اگرم بخوای جیت بزنی دستور میدم جفتتون رو قصده هم کنن و بندازن جلوی سنگ بیشین بابا خفش و سنگ کسی بری کنم بریشن آزم چه این؟ چیکار بخواه؟ چیه؟ خب یه اومی زیبارا همه پوردارا رو این قلص دادن حالا نوبت خود مخلصه قلص دادن اولین ملده شروع شد نادر تو نوبت یلا خرقه من باید برم خرقه بسن یه دار دیگه قلص بسن آسان رو بیدیم شادی کنیم بشاد تبیر آدیم چقدر نرمه آخ چقدر لذت میبرم من روی این اسکناسا اگر این اسکناسا بیاییم لحاف درست کنیم دوشک درست کنیم آره دوشک بهتر آخی تمام همه این دنیا با پوله همه چی تو دنیا با پوله چی کارش بکن؟ اسکناس بله اسکناس اسکناس نقد باید همش هم نقد باشه حتی چه که تضمین شده هم قبول نمی کنم فهمیدین چه گفتم؟ بسیار خوب میرزا اگر نقد نبود شما تو محضر امضا نکنید اما آخه تکلیف اون قطع زمین چی که هنوز معلوم نشده؟ معلوم نشده یه ساعت پیش معاملش تموم شد کی میگه سمحر؟ بله گوشت آصف خان اون قطع زمینم خریدم و دیگه برای معامله شما هیچ اشکال دیگه ای نیست ولی جناب میرزا من امروز که سر ملک شما رفته بودم صاحب زمین رو دیدم و باهاش صحبت کردم ولی اصلا از جریان معامله خبر ندارم یعنی چه؟ اینا هاش اینم قباله یعنی اینم دروغه بله آقای گشتاسف خان خود چاکر با زحمت زیاد رفتم خریدارم پیدا کردم یعنی بنده دروغ میگم متاسفانه بنده باید فکر دیگه ای بکنم که تو؟ چه فکری؟ شما جناب میرزا در خرید این زمین یه اشتباه کوچکی کردید به این معنی که به جای قطع زمین وسط ملکتون قطعه مجاور معامله کردید نمیفهمم مگه شما مغزتون خرابه؟ خیر میرزا زمینی که شما خریدید طبق این قباله شمارش 284 در حالی که زمین اصلی شمارش 376 میفهمید چی میگی؟ اینطور نیست آقا چرا همینطوره و تازه مهمتر از همه این که اون قطع زمین کذایی تا 11 سال دیگه هم قابل معامله نیست چون متعلق به بچه صغیریه که تازه 7 سالشه بله میرزا بنابراین با اجازه مرخص میشم و متاسفم از این که نتونستم با شما معامله ای انجام بدم بفرمید خدا بس. چی میگه؟ شوخی میکنی نه سمر چی عرض کنم قربون که چی عرض کنی نکنه راست بگی ممکنه اینطور باشه بعید نیست پس تو هم میدونی آره پسر تو در میارن من چارش کنم پولام رفت خدا نشون چه اسفوق بفا وای قلبم
حواستون رو خراب کنه که منو خونه خرابم کردی. اتفاقا عجب خونه آبادی ها، چه بالکانی، چه ترانی، واه واه خاک بر سر با این خونه چه قشنگه. آخه نکبت چرا این خونه اینطوریه؟ برو خمشان ها مالا جان فرمایید. این قسمتش خیلی قشنگه. الان نادرم با تلفن بالاش فراز. اون طبقه بالاش با تلفن. ای خدا چه دیوار سولاخ سولاخی داره. این لونه زنبور میمونه. ببینم تو این سولاخیا چی می‌ذارن. تو این سولاخیا چی می‌ذارن؟ اون لونه زنبور هم قشنگه. من می‌میرم برای این سولاخ‌های دیوار چقدر تمیزه. خیلی جان. دادا جون همه جا رو خوبه. من از قسمت عقب خونه خیلی خوشم میاد. قدم پرخ. آره با طبقه بالاش مال منو نوم زدمه. طبقه پایینش هم واسه منو نام زدم. آره پس لابد حیات سولاخ داراش هم به من بیچاره میده. قدم پر. برو صدر این یه تو من تمومش کنه خیرش ببینی. منصور خان نمیره این ویلا یک کرور ارزش داره. وکالت دیگه 190 قلنومه کنم. چی شد؟ بابا منصور ردش کن. برو برو غلطی میکنی. آره بخواه. اینم قولنامه. برو قولنامه هم کردم. بخواه. 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 خب شما ها جلو صابونه هم اقل. عجب خونه خوبی به خطوط این حیات خلوت شد. خیلی جایست. بای جمشید. بله میرزا. تکلیف پولای من چی میشه؟ باید این کلاه برداره رو پیدا کنی. باید هر طور شده به زندونشون بندازی. اصلا چطور براشون یه پاپوش بدوزی و دست و بالشونو تو عدلیه بند کنی؟ اتفاقا نقشه خوبی کشیدم. اگه عملی بشه نونمون تو روغنه. بسیار خوب، هر کار دلت میخواد بکن. برو برو فعلا من راحت بذار، بذاری خورده باد بخورم. خیلی خوب، خداحافظ. خداحافظ شما کم نشیم. جناب میرزا، مثل این که داره دلالی ما مالیده میشه. ای خدا خفت کنه، همه این بدبختی ها رو تو ذلیل شده برای من فراهم کردی. وای سمت جانی، سمت تو میدونی که در مقابل 50,000 تومنی که از من گرفتی هم چک به هم دادی هم وثیقه. اگه تا فردا پولای منو به هم بر نگردونی وای به حاله. یعنی میفرماییم برم پولا رو ازشون بزنم؟ من چه میدونم، هر کاری میخوای بکن، گناهش گردن خودته. یه کاری کن پولای من برگرده. میرزا من فکر میکردم دلالی این معامله رو میزنی کم طلبه. حالا که همچی شد من مرده شورم، همین امشب دست به کار میشم. اما میرزا این موضوع خود خرج برمیداره، پاش واسدی. آره شما صدتون از پول برداشتن، یلا برو، دلم میخواد فردا دست پر برگردی. مطمئن باش میرزا. خداحافظ. عجمت ساره بونه میدونه پولا رو چجوری برگردونه. آخه اتاقشون اونجاست، باید بی سر و صدا همراه من بیاین. اگه بیدار شدن بریزی سرشون رو به قصد کش بزنینشون. اینم بدونین حق و حسابتون خوب میرزا. وزیرتی مخصم هم یالا بیاین بیاین بیاین. گلی
گلی، ای گلی قشنگ من، ای گلی من میخوام تو رو ببوسم، مرغم شانه میخوام تا را، مرغم شانه میخوام تا یه همه آره داخلشون آوردی خورد شدن بسه هیچ فکر نمی کردم این دلاله این کار عذاب دار بیار ما هم که دیدیم اونطوری از خجالتشون در بیار بچه ها به پونتی سفارش کنیم اگه کسی اومد ما را خبر کنه چطوره هم بد نیست پونتی مبارده باش هم دیگه اگه غریبه اومد اینجا بوق بزن کارت نباشه فهمیدی چه میگم من ها پونتی خواه حفظ جمع کنی هلش تو ما بزی خود سگشو بالا نیاه بوق بزنه آخه خدا خوردشون کردیم وای خوش آمده امشب گردن کلفتی خودم اما خودمونیم خوب به حسابشون رسیدیم بابا اینه که همشون مفنگی بودن پسر یک موش زدم تو گیجگاش من گوش اون یکی رو جاییدم ای خدا از فکر بیرون نمیرم اگه گذاشتن این ناکتا با این پولی آب خوشی اگل اوی ما پایین برن تازه اول بدبختیمونه از حالا به بعد سر کارمون با دوز و جیبر و قالتاق و اینجور آدم ها آره من که حوصله این حرفا رو ندارم یه جو خواب و یه جو استراحت و با صد برابر این پول عوض نمی کنم والا قربون بی پولی من دلم به حال این پول دارا می سوزه بیچاره ها نه ترس دوز خواب دارن نه جونشون در امونه راستش اینطور که من فکر میکنم اینا ولکن معامله نیستن بله آره. حتما دوباره بر میگردن اگه اومدن خوب باز خجالتشون داره خیلی خوب آره. عوض این حرفو بریم یه چرت بگیریم بخوابیم آره با این میدنم فردا با هاست تا شب کلک این پولا رو بکنیم یعنی چی؟ یعنی تا میتونیم خرج کنیم خونه بخریم ماشین بخریم اتومبیل بخریم بلکن من که نمیذارم سر پونتی هوو بیاری راست میگه با همونطور که پونتی با بی پولی ما ساخته ما هم باز حالا باش بسیدیم بله باست داریم اینجا مواظب باشید من میرم تو اتاقشون اگه خطر پیش اومد دیگه مهلتشون ندید لهو پهشون کنید Oh.
ها شما این داری من یه منصور چهری برسینه معروف هم من بگذارم. خب اینا رو باید با دوشک زنیم این که باید از اینا رو هم بزنم. اینا دوشکی هم آی نفس که این مرد آره یکی یه بیار بزر نفس بگی شیرزه ایش آو کی میاد به جنگ من خوشی ها داری بیار الان با هم بردن در رو در میارن بره بره ای چی همینی؟ هلی شلم بکشی بکشی بره بره بکش بالا چی چی رو؟ بکش اونو چی رو بکش بالا دارم راحت شو بله بیرم کچه ای من تو باید با لاستیک کوچیک بزنم مال سه چرخ موتوریه همینی تو با خیلی من با لاستیک دیزل بزنم آش برسر نمیرم برگام جا دیگه زود باش باید زود برو کارزانی شونم چیتایی جیمی جیمی میمون منو بگیری جمشید میمون منو بگیری تحویلش بدی آقا دست منو که به سنم میاد می در میرم چه دست به تنهایی من دارم کجا رفتم؟ ترسوا بزن قدش منصور جون بزن بزن منصور عجب می زد این محسیس می زد خب اینم مال اینا نگاه کن با عجب قلتاقای طرف بودیم و خودمون نمی دونستیم آره حالا دیگه می تونیم بریم تخ بخوابیم بچه ها باید تا رندون کلک پولا رو نکندن فردا بذاریم تو بانگ آره وگرنه هر شب با 30-40 تا لتو پارشون کنیم آره. خوش کنین امشب تا صبح بیدار میمونیم و فردا صبح میریم منظره نومزده همون چطوره موافقی آره آره خستگی امشب و فردا تو پیکنیک در رمی کنیم آره بذاریم بریم یالا بریم بری کلمه برا متاسفم پری خانم شما دختر فهمیده ای هستی و سر و صدا را نمیندازی خیلی بیشرمی نتیجه خوبیایی بود که بابام بهت کرد نه خیر نتیجه بی اعتنایی شما بود خب بچه ها من برم با میزدا خدافزی کنم و برگردم مواظبش باشید کجا داری میری؟ کجا خانم؟ بلم کن از شما قباحت داره خانم گفتم جمع. بلم کن ده اینقدر نلول دختر مگه نشنیدی چی گفتم بلم کن باش بلم کن برم آب دستم آی خوشگلای من قربون و رنگتون برم وای وای سلام میرزا جمشید کجا بودی؟ نقشه که گفتی انجام دادی؟ نه ولی الان میخوام بدم چرا پشت گوش مندازی؟ هرچه زودتر برو دست بیکار شو دیگه همین از سائه میرسم از اینم زودتر؟ وای! بیکار شو! داره میکنی! جمشید! مگه دیوونه شدی؟ چه گلگول مردم خوردی؟ حالا من انجام چشت همه رو میکنم؟ از این شوخی ها با من نکنی هیچ خوشم نمید برداری میکنی؟ هری جون به دادم بده به بر صدا تو دستم 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 یماش یماش ترمز کن اوخ بهترش نه
نادر جون برو نامزد فردا بیار اونجا راجع پیکنیک حرفی نزنی آن نکنه باباش به تنها کار دست نابدی شیرجنه رو مثل دیرو میخوری زمین. پری خانم بدون هیچ سر و صدایی باید همراه ما بیاد. آخه کجا کجا؟ برو در باز کن اما مواظب باش با کوچکترین عکس عملی کشته میشی. بیمارفاتو امیر چیه؟ نادر نعیم لابد با پریجونش گرم گرفته. برو صداش کن بگو زود باش بابا دخترا زیر عینک خوش شدن. الان برمیگردم. سعی نکن تلاش کنی به ضرر تموم میشه. شما به این کار نادر کجایی بابا؟ ناکسه خوش باش خوش باش بیش بینم تا آخر سر سالم به گور نمیبری. آدم هایی مثل تو دوز آدم کش یا جاشو تو زندونه یا خیلی زود جوون مرگ میشه. خفش بچه ها غلط نکنم تو خونه خبرهایی ها این یکی هم رفلا دست اونم اون من رفتم ببینم چرا اینا دیر کردن. اگه رحیانن بلای سر من اومد حلالم کنینا قربونه تا بلام بلام کن کجا رفتن اینا؟ چی شو؟ چیه؟ ماتیز اومد اومدم برم بریم کنار همه بریم کنار اومدم نترسیم اومدم منو قلم بلم کن بلم کن منو قلم بلم کن بلم کن بلم کن جاخشی بلم قلم بلم کن ببین برو فورا به پلیس تلفن کن تا ما بریم دنبال اینا. زود باش یا الان دو دقیقه ما میگیریم بادو منصور برو بشه ماشرا فورا از یک سه کن تو چاقا مادر برکو بیا اومدم برو 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 غلطی نمیتونم بکنم. اینا خیلی رو پیدا کردم برو پلوشو میخوام بپرم رو ماشینشو از اون دارم اینا شما جمع نشین راشونو ببندیم ای بابا تو باشی نیفتیم نه بابا تو رو محکم بگیم نه بابا تو رو محکم بگیم نه بابا تو رو محکم بگیم این کارش رو میکنی صبر کن میرم تو بین جلو صبر کن اون دو شهر از دو شهر دیگه نمیتونم از بشن خیلی
میخواست بدنم به کشش ندار. ناکسا به ما حمله کنن، ما رو خبر کنین، نفهمیدین؟ خیلی خوب. بزار، من پیاده شم. اول پول منه بگیرید، یالا جلوشونه بگیرید. بچه ها اینجا پخش بشید و مراقبشون باشید. یلا اطاعت میشه. کجا رفتن اینا؟ باره کنم اینا بگی نکه بالشا بگی اول طول منه بگیرید بعد زندانی شد. پیدانه میشه من بزنمش، چشمشون که به من میفته در میرن. بابا یه نفر با کارت بیاد، با تفنگ بیاد، با قفنگ بیاد، با دشنه بیاد، آخه مردم بس که زیر ندارم من. بیاد یکی مهم این گلک بزنم گردنشو گوش و گوش قد کنم. نخر نیست کسی. چمدون اسکناس رفت؟ من آب نداره.
حالا بزنش بدشانسی آب من و چمدون رو ببر. آخ ناگواری میشون. آخ چمدونم اسکناس ها خیز خیز برم پنگ کنم تو آفتاب. چی صدایی بود؟ نگاه کن خدا رحمتت کنه. نگفتم سر سالم به گور نمیبری؟ بالاخره جمع مرگ شدی. باده این دخترا بالاخره ناکارشون کردیم. کجا بودین شما ها؟ سلام علیکم. ای بی شرما شما منو بدبخت کردید. من شما رو به زندان میندازم. اینا سرگرد، اینا رو دستگیریشون کنی. نه پدر، اینا تقصیری ندارن. فداکاری اینا باعث شد که من و شما الان زنده بمونیم. فداکاری اینا منو به گریه انداخت. جناب سرگرد دستم به دامنه، پس بولای من کوشه. آمنم قاصد اومد. هم میرزا در حضور همه این جناب سرگرد این چمدون صحیح و سالم دست سپرده. فردا دفعه نکنی دستگیرشون کن. نگفتم جناب سرگرد پولای من اینا بردن؟ دستگیرشون کن. آقای جبار، اینطوری که من فهمیدم این آقایون نه تنها به شما خیانت نکردن بلکه به شما خدمتم کردن. به هر حال اگر ازشون شکایتی دارید بفرمایید، طبق قانون رفتار میکنیم. نه دیگه ازشون شکایتی ندارم، فقط یه شرط داره. چون اینا از پولای من میلیونر شدن، باید پولا رو بیارن تو زندگی خودم. یعنی باید این پسر دختر منو بگیره، 100,000 تومنم مهریش بکنه. بابا چی این بهتر میرزا؟ نه تنها من 100,000 تومن مهریه پری بکنم، بلکه ما هم هر کدوم 100,000 تومن مهریه نامزدمون میکنیم، هرچی بخواه بهشون میدیم. قربونت برم بچه. فقط یه موضوع دیگه مونده که جناب سرگرد دست خالی بر نگردن، اونم اینه که این سند ناکس رو اول دستگیرش کنین که از اون نقله هاست. همه این کلک ها رو دست این میز جبار این گذاشته. آره خدا به در آمد بگیریدش. راست میگی؟ بله بله. پس خواهی برو نفر اعتراض تو کنن. حالا نموندم و تو این جبار نرو اون طرف، درخت نارگیل نیش نمیخواد بری بارم. اومدن و قاصدین اومدن. خانم چه خبر؟ خانم یه چیزی بگی. خانم من خانم نشده. خانم ما هنوز بابا نکردیم. خانم چه جواب نمیدم؟ این جوابم باز بدیم به گلی. چشتونم درویش کنیم. ای دکتر جواب نمیدم. چی شده جریان چیه؟ خدایا خودت کمکشون کن. خب الان یه بچه های ما بیا. ای خدا الان بابا میشیم. بده من خانم قربون دست. مال منه. مرسی پسر. بای خود جونم امیر جون. بچه من پسر اسمش بزه اسخر. قربویش بره اسمش بزه اسخر بهش میاد. بچه من خانم قربون دست دارم. مال منه تبریک عرض میکنم پسره. مال تو پسر ناده. ما هم اسمشو بذار احمد. اسخر احمد. ببینیم مال ما چیه. ای خدا من که پدر میشم. الان برای این که من پدر بشم.
قربون دارم. خیلی عرض میکنم دختره. دختره؟ خیلی فرقی نداره دختره بذار. میدم به پسره تا. من تبریک میگم دختره. دختره دو تا خانم. یعنی دو قول دارید کلی. الحمدلله فرقی نداره. نعمت خودم. خبر نداری اینم دختره. اینم دختره. کلی فقالو داریده. ای وای خدا. ای خدا. جهاز اینا را کدومم بیارم ای خدا. آقای خود شد کمرم زیر باره شهر زندگی ندارم بلاخره پدر بچه ها مرد سقلوه خواه هم گردم سقلوه